حرفمون این بود که اگر من یه دنباله تی ان داشته باشم از متغیرهای تصادفی، تی هم یه متغیر تصادفی باشه. میگیم که تی ان در احتمال به تی هم گراست اگر این خصوصیت رو داشته باشه که من احتمال قدر مطلق تی ان منهای تی رو به ازای هر اپسیلون مثبتی حساب بکنم، ازش اگر حد بگیرم به من میگه که چی؟ این مقدار بایستی صفر باشه. پس بنابراین برای هر اپسیلون مثبتی اگر من تونستم این کار رو انجام بدم بهش میگیم که چی؟ تی ان در احتمال همگرا هست به تی. شما یه تعریفی از لیمیت دارین تو کلکولستون، درسته؟ از اون من میخوام استفاده کنم به جای اینکه این حد مساوی صفر رو صحبت بکنم، این حرف رو میزنم، میگم برای هر اپسیلون مثبتی که به من بدید وجود دارد دلتایی مثبت که این دلتا وابسته به چی هست؟ به اپسیلونه، که برای انهایی که بزرگتر از ان صفرن که این وابسته به هم اپسیلون هم دلتا، احتمال قدر مطلق تی ان منهای تی بزرگتر از اپسیلون باشه کمتر از دلتا بشه. یا به عبارت دیگر برای هر اپسیلون مثبتی یه دلتای مثبتی وجود دارد که برای انهای بزرگ این احتمال کمتر از دلتا باشه. پس بنابراین این دوتا تعریف با هم معادلن و هر کدوم رو به اصطلاح لازم داشته باشیم ازش استفاده خواهیم کرد. آیا واضح حرفم؟ بسیار خوب. بیایم دوتا مثال نگاه بکنیم. مثال اول تو کتابتون هست. بعد آهان یه چیزی دیگه هم یادمون باشه، حرفی که زدیم این بود، گفتیم اگر احتمال تی مساوی سی برابر یک باشه، یعنی تباهیده باشه، ما به جای اینکه بگیم تی ان در احتمال همگرا به تیه خواهیم گفت که تی ان در احتمال همگرا به سی هست. اینم یادمون باشه. خب مثال اولمون، من یه دنباله اکس ان دارم که احتمال اکس ان مساوی صفر برابر با یک منهای پی ان، و احتمال این که اکس ان مساوی یک باشه برابر پی ان هست. پی هم بین صفر و یک. حرفی که به صاحب برای ما گفته اینه، میگه آقا نشون بدین که xn در احتمال همگرا هست به صفر. درست شد؟ خب من باید چی نشون بدم؟ من باید بیام احتمال قدر مطلق xn منهای صفر بزرگتر از اپسیلون رو حساب کنم. پس برای هر اپسیلون مثبتی میخوام اینو حساب بکنم. این یعنی چی؟ این یعنی احتمال اینکه قدر مطلق اکس ان بزرگتر از اپسیلون باشه. بچه اینم مفهومش اینه که اکس ان کمتر از منهای اپسیلون باشه به علاوه احتمال اینکه اکس ان بزرگتر از اپسیلون باشه. طبیعتاً این مقدار مساوی چیه؟ صفره، چون اکس ان اعداد منفی رو اختیار نمیکنه، یا صفر رو اختیار میکنه یا یک. از طرف دیگه بس بنابراین این مساوی احتمال اکس ان بزرگتر از اپسیلون. خب این مساوی چی هست؟ اگر اپسیلون کمتر از یک باشه
اپسیلون کمتر از یک باشه، مثلا بشه یه دوم. اکس ان بزرگتر از یه دوم یک رو شامل میشه. پس بنابراین احتمال میشه چی؟ پی ان. چون یک رو شامل میشه میشه پی ان. اما اگر اپسیلون بزرگتر از یک باشه این میشه چی؟ صفر. چون وقتی اکس ان بزرگتر از اپسیلونه، اپسیلون هم بزرگتر از یکه، پس بنابراین هیچ کدوم از مقادیر صفر و یک رو در بر نمیگیره، پس میشه صفر. بچه ها نگاه کنین، گفتیم که پی ان هم چی باشه؟ بین صفر و یک باشه. اگه پی ان بین بس پی بیت بزرگتر از صفر کمتر از یک باشه، پی به توان ان وقتی ان به سمت بی نهایت میل کنه به سمت صفر میل میکنه، پس بنابراین این به سمت صفر میل میکنه. بله. چی؟ این؟ نه، من حرفی که میزنم اینه، میگم اگر اپسیلون کمتر از یک باشه احتمال این که فرض کنید اپسیلون یه دومه، اکس ان بزرگتر از یه دوم چه اعدادی رو میگیره؟ یک، دو، سه. تنها چیزی که من دارم اینجا یکه دیگه، پس بنابراین یک رو شون. پس بنابراین تونستیم نشون بدیم که چی؟ اکس ان در احتمال به سمت صفر میل. خب یه مثال دیگه هم نگاه بکنیم، این تو کتابتون نیست بچه ها. فرض کنیم که اکس یک تا اکس ان یه نمونه تصادفی از نرمال تتا و یک باشه. بعد به شما میگم که نشون بدین اکس ام بار در احتمال به سمت تتا میل. خب چیکار باید بکنم؟ برای هر اپسیلون مثبتی که شما به من بدید باید من این احتمال رو حساب کنم، قدر مطلق اکس ام بار منهای تتا بزرگتر از اپسیلون. قبوله؟ بچه ها شما میدونید که اکس ام بار چه توضیحی داره؟ نرمال تتا و یک انومه. خب من این قسمت رو پاک کنم، پس این مساوی است با احتمال این که قدر مطلق اکس ام بار منهای تتا به روی یک رادیکال ان بزرگتر از اپسیلون به روی یک به روی رادیکال ان. قبول بچه ها؟ این چه توضیحی داره؟ این زده نرمال صفر و یک. بس بنابراین این مساوی است با احتمال اینکه قدر مطلق z بزرگتر از رادیکال n اپسیلون باشه. درست نوشتن؟ خیلی خوب. این یعنی چی؟ اینم یعنی احتمال اینکه z بزرگتر از رادیکال n اپسیلون باشه به علاوه احتمال اینکه z کمتر از منهای رادیکال ان اپسیلون باشه. این مساوی چی هست؟ این مساوی یک منهای فی بزرگ رادیکال ان اپسیلون. قبوله؟ اینم به علاوه فی بزرگ منهای رادیکال ان اپسیلونه. بله یا خیر؟ خوبه. خب من میخوام نشون بدم که حد این مساوی چنده؟ صفره. بچه ها نگاه کن اینجا مینویسم، پس لیمیت n به سمت بی نهایت احتمال قدر مطلق اکس ام بار منهای تتا بزرگتر از اپسیلون مساویه یک که سر جای خودش. درست؟
اگر n به سمت بی‌نهایت میل کنه، رادیکال n اپسیلون به سمت چی میل میکنه؟ بی‌نهایت. فی بی‌نهایت یک. به علاوه اگه n به سمت بی‌نهایت میل کنه، منهای رادیکال n اپسیلون به سمت چی میل میکنه؟ منفی بی‌نهایت. فی منفی بی‌نهایت صفر. الله اکبر، اینم مساوی صفر. روشن چیکار کردیم؟ بس بنابراین ثابت کردیم که xn بار در احتمال به سمت تتا میل میکنه. خب صفحه 628 تون رو نگاه بکنی، 668 تون رو، قضیه دو دو رو، قضیه دو دو میخوایم ارتباط بین همگرایی از درجه میان در میانگین از درجه دو و همگرایی در احتمال رو ببینیم بسا چجوریه. این قضیه به من چی میگه؟ میگه اگر xn در L2 به x همگرا باشد، نتیجه میگیرم که xn در احتمال هم به x همگراست. واضحه؟ پس بنابراین میخواییم این رو ثابت کنیم. حواسمون باشه، میخواییم بگیم که اگر xn در L2 به x همگرا باشه، نتیجه میدهد xn در احتمال به سمت x میگه. بچه ها حواسمون باشه، ببینیم این چی میگه به من. این مفهومش اینه که من میدونم لیمیت n به سمت بی نهایت امید چی؟ xn منهای x به توان دو مساوی چنده؟ صفره. اینو من میدونم، اینو ما میدونیم. خب بچه ها از طرف دیگه شما میدونید که اگه هر اپسیلون مثبتی به من بدن و من این مقدار رو میخوام حساب کنم، آیا میتونم بگم این کمتر است از امید قدر مطلق x n منهای x به توان دو بروی اپسیلون به توان دو؟ از چه نامساوی استفاده کردم؟ میدونم ولی یادم نمیاد. از چه بیشف؟ یادمون افتاد؟ بسیار خوب. بس نامساوی چه بیشف میگه که آقا این رابطه درسته. خوب دقت کنیم، هر احتمالی هم بزرگتر یا مساوی چیه؟ صفره. بس بنابراین صفر کمتر یا مساوی حد n به سمت بی نهایته احتمال قدر مطلق xn منهای x بزرگتر از اپسیلون. اینم کمتر یا مساویه. بچا اینم حد n به سمت بی‌نهایت امید xn منهای x به توان دو بروی اپسیلون دو. بچا قدر مطلق xn منهای x به توان دو رو نوشتم xn منهای x به توان دو. واضحه؟ خب بچا اینم مساوی صفره. بنابراین چه اینجا داشتن؟ پس بنابراین این حد بین دو تا صفر گیر کرده، قضیه ساندویچ. پس بنابراین حد n به سمت بی نهایت احتمال قدر مطلق xn منهای x بزرگتر از اپسیلون مساوی صفره. پس این به من میگه که xn در احتمال به سمت x میلی. واضحه؟ بچه ها میخواییم بگیم که عکس قضیه لزوماً درست نیست. پس بنابراین حواسمون باشه. خب اگه ببینیم آسونه دیگه ننویسیم، ببینیم که حرفمون درسته. بچه ها نگاه کنید، مثال دو سه رو میخواییم نگاه کنیم. مثال دو سه رو
که تو مثال دو سه میخواییم چی بگیم؟ بگیم که اگر xn در احتمال به سمت x میل کنه لزوماً نتیجه نمیده xn در L2 به سمت x میل میکنه. خیلی خوب، ببینید یه دنباله از متغیرهای تصادفی رو داریم که یا مقدار صفر رو میگیره یا مقدار n رو. با احتمال چی n رو میگیره؟ یک تقسیم بر N2. با چه احتمالی صفر رو میگیره؟ یک منهای یک تقسیم بر N2. پس بنابراین بذاریم بنویسیم. پس من یه دنباله XN دارم، احتمال XN مساوی صفر برابر یک بروی N منهای دو، احتمال اینکه XN مساوی N باشه برابر یک تقسیم بر N2ه. بچه ها میخواییم بگیم که XN در احتمال به سمت صفر میل میکنه. قبوله؟ خب چجوری اینو بگم؟ میگم آقا برای هر اپسیلون مثبتی که شما به من بدین من بایستی بگم که این بزرگتر از اپسیلون به سمت چی میل میکنه؟ به سمت صفر میل میکنه. ببینیم این چی هست؟ این مساوی هست با احتمال این که قدر مطلق xn بزرگتر از اپسیلون باشه. بچه این یعنی چی؟ اینم یعنی احتمال این که xn کمتر از منهای اپسیلون به علاوه احتمال این که xn بزرگتر از اپسیلون باشه. اگه دقت بکنیم این مقدار مساوی چیه؟ صفره. پس بنابراین من اینو دارم مساوی هست با احتمال اینکه xn بزرگتر از اپسیلون باشه. خب این استدلالی که اینجا داشتم رو دارم انجام میدم. باز میگم که این اپسیلون من دو تا حالت میتونه داشته باشه، یا اپسیلون من کمتر از n یا اپسیلون من بزرگتر از n. قبوله؟ اگه اپسیلون من کمتر از n باشه چه اتفاقی میفته؟ اپسیلون کمتر از n، xn بزرگتر از اپسیلون، بس n هم جزوش هست، احتمالش چقدره؟ 1n. بس 1 به روی n2. اما اگه اپسیلون بزرگتر از n باشه هیچ کدوم از این 0 و n را در بر نمیگیره، بس میشه 0. بچه ها الله اکبر، اینم وقتی n به سمت بی‌نهایت میل کنه به سمت 0 میل میکنه. بس بنابراین حرفی که برای گفتن داریم اینه که این درسته، نشون دادیم این درسته. خب چی من باید الان نشون بدم؟ میخوام بگم که xn در L2 به سمت صفر میل نمی کنه. خب بچه ها من چیه باید حساب کنم؟ xn منهای x به توان 2 رو. این مقدارش چقدره؟ صفره. پس بنابراین من امید xn به توان 2 رو باید نگاه کنم. xn به توان 2 رو. بچه ها امید xn به توان 2 یعنی چی؟ یعنی صفر به توان 2 ضرب در 1 منهای 1 به روی n2 به علاوه n به توان 2 ضرب در 1 به روی n2. این که صفر خداییه، اینم میشه n2 ضرب در 1 n2 مساوی 1. الله اکبر، حد این به سمت صفر میل نمی کنه. پس بنابراین حرفمون درست، واضحه؟ تو صفحه 669
از این به بعد ما خصوصیت‌های همگرایی در احتمال رو می‌خوایم نگاه کنیم، ببینیم که چه قضایایی رو می‌تونیم در موردش حرف بزنیم. بس حواسمون جمع باشه که ازشون بتونیم خوب استفاده کنیم. بچه شما قضیه 2-3 صفحه 669 رو بخونید تا من تخت رو پاک میکنم. خب ببینیم چه حرفی میخوایم بزنیم. من یه دنباله xn رو دارم، میخوام حرفی که بزنم اینه، میگم xn اگر در احتمال به سمت x میل کنه، در این صورت من میتونم بگم xn منهای x در احتمال به سمت صفر میل میکنه. یه چیز واضحیه ها، درست شد؟ اما اون قسمت ب رو یه ذره کتابتون یه جوری نوشته، به دل من نچسبید، گویی که خودمون نوشتیم. خب ببینیم که چه حرفی میخوایم بزنیم، خوب حواستمون جمع باشه. بچه حرفی که بستا تو قسمت دوم میزنه اینه، واقعیت اینه، میگه اگر xn به سمت x میل کنه در احتمال، یکی دیگه هم پیدا بشه بگه آقا xn در احتمال به سمت y میل کرده، از اینجا میخوایم نتیجه بگیریم که x و y با هم دیگه برابرن. بچه برابریشون هم با احتمال 1، چون ممکنه این دختر به سمت x میل داده، خارج از به اصطلاح تکیه‌گاهش یه چیزایی رو بپذیره که این یکی که میگه وای، تفاوتش روی مقادیری است که احتمال مساوی چنده؟ صفره. اصطلاحی که به کار میبرن میگن نال سته. نال یعنی صفر، نال ست یعنی به مجموعه که احتمالش صفره. روشنه؟ بس بنابراین حرفی که میخوایم بزنیم نمیتونه دو نفر مدعی باشن که آقا xn هم به سمت x میل میکنه در احتمال، هم به سمت y، این دوتا با احتمال 1 با هم برابره. روشنه؟ خب اول a رو نگاه بکنی. بچه ها نگاه کنی، من میدونم برای هر اپسیلون مثبتی که شما به من بدید، احتمال قدر مطلق xn منهای x بزرگتر از اپسیلون به سمت چی میل میکنه؟ به سمت صفر میل. بچه نگاه کنین، آیا من میتونم اینو بنویسم احتمال این که قدر مطلق xn منهای x منهای صفر بزرگتر از اپسیلون؟ بله. پس بنابراین از اینجا xn منهای x در احتمال به سمت، به همین سادگی. واضحه؟ بچه تازه اینجا شرط لازم و کافی هم هست، من اگر اینم داشته باشم اینو دارم. آیا واضحه؟ بس بنابراین یه شرط دو طرفه است، اگه xn به سمت x میل کنه در احتمال، xn منهای x هم به سمت صفر میل میکنه و بالعکس. خیلی خوب، شاید هم به خاطر همین بوده که این یکی هم اگر و فقط اگر شده، چون من فقط و اگر و فقط اگر بلد نیستم، من همینی که من اینجا نوشتم و میخوام ثابت کنم. خب خوب گوش بگیریم ببینیم چه جوری میخوایم ثابت کنیم. اگه من نشون بدم برای هر اپسیلون مثبتی که شما به من بدید، اپسیلون مثبت هر چقدر بخواد کوچیک باشه،
احتمال این که قدر مطلق اکس منهای وای بزرگتر از اپسیلون باشه صفره. این مفهومش اینه که اکس و وای با هم دیگه چی هم؟ با احتمال یک برابره. آیا حرفم واضحه؟ پس بنابراین من میام میگم که آقا برای هر اپسیلون مثبتی من میخوام نشون بدم که اکس منهای وای بزرگتر از اپسیلون مساوی چیه؟ صفر. قبوله؟ خب بچه ببینیم من اینجوری میتونم بنویسم قدر مطلق اکس منهای اکس ان به علاوه اکس ان منهای وای بزرگتر از اپسیلون. این دوتا با هم بگیرید، این دوتا هم با هم. خوبه؟ مجموعه نقاطی که اکس منهای اکس ان و اکس ان منهای وای بزرگتر از اپسیلون باشن کمتر، ببخشید، زیر مجموعه ای هست از تمام نقاطی که قدر مطلق اکس منهای اکس انشون بزرگتر از اپسیلون دوم باشن و قدر مطلق اکس ان منهای وایشون هم بزرگتر از اپسیلون دوم باشن. پس بنابراین احتمالش میشه احتمال این کمتر از احتمال، پس این میتونم بگم که کمتر یا مساویه احتمال اینکه اکس منهای اکس ان بزرگتر از اپسیلون دوم به علاوه یه احتمال اینکه قدر مطلق اکس ان منهای وای بزرگتر از اپسیلون. قبوله؟ بچه نگاه کنید این احتمال همیشه بزرگتر یا مساوی چیه؟ صفره. از طرف این حد بگیرم وقتی n به سمت بی‌نهایت میل میکنه این میشه کمتر یا مساویه، این که حدش میشه خودش، اینم کمتر یا مساویه. بچه حد این چقدره؟ حد این چقدره؟ پس بنابراین هم صفر. پس بین دو تا صفر قرار داره. پس برای هر اپسیلون مثبتی احتمال قدر مطلق اکس منهای وای بزرگتر از اپسیلون شده صفر. پس نتیجه میگیرم که چی؟ احتمال اینکه اکس مساوی وای باشه برابر یک. قبول؟ خوبه. خب بچه تو صفحه 669 یه پیشدید 2-1 هست که خیلی هاشو به عهده شما گذاشته که باید خودتون اثبات کنید. بس حواستون باشه با دقت اونا رو بتونین اثبات کنید. ببینیم چیا رو بس به عهده شما گذاشته. حالت خاصی رو در نظر میگیره به جای اینکه اکس ان فعلا در احتمال به سمت اکس میل کنه یا وای ان به سمت وای میل کنه در احتمال، هر دو رو صفر گرفته اکس و وایش. پس حواسمون باشه اکس ان یه دنباله، وای ان هم یه دنباله. پس دو تا دنباله دارم اکس ان و وای ان. اولی ببینیم چی میگه. میگه که اگر xn در احتمال به سمت صفر میل کنه yn هم در احتمال به سمت صفر میل کنه، این نتیجه میده که xn به علاوه yn هم در احتمال به سمت چی میل میکنه؟ صفر میل. بچه تفاضلشون هم به سمت صفر میل میکنه. پس اگر xn و yn در احتمال به سمت صفر میل کنن مجموعشون یا تفاضلشون هم به سمت صفر میل. خب حرف دیگه ای که داریم اینه بی اگر xn در احتمال به سمت x میل کنه و k هم یه عدد حقیقی باشه حتماً k ضرب در xn هم در احتمال به سمت kx میل میکنه.
پس بنابراین اگر کازر داره XN به صلاح رو نگاه کنیم، اونم به سمت وای من میخوام یه حرفی دیگه بزنم. خب چه حرفی میخوام بزنم؟ اینجا مینویسم حرفم اینه، اگر AN و BN یه دنباله از اعداد حقیقی باشن، بس AN و BN ها یه دنباله از اعداد چی هن؟ حقیقی هن. AN به سمت کامل میکنه و BN هم به سمت صفر میل میکنه. بچه ها حرفمون اینه اگر XN در احتمال به سمت X میل کنه، من میتونم نتیجه بگیرم که AN XN هم به علاوه BN در احتمال به سمت چی میل میکنه؟ KX میل میکنه. واضحه؟ انشالله. خیلی خوب، حرف دیگه‌مون ببینیم چیه. سی اگر XN در احتمال به سمت صفر میل کنه، YN هم در احتمال به سمت صفر میل کنه، میخوایم بگیم که حاصل ضرب این دوتا هم در احتمال به سمت صفر میل میکنه. دیم اینجا بنویسیم، اگر XN در احتمال به سمت صفر میل کنه، حتما XN به توان دو هم در احتمال به سمت صفر میل میکنه. خوبه؟ خب دیگه ببینیم چی داری؟ ایمون اگر XN در احتمال به سمت یک میل کنه، میخواییم بگیم که یک تقسیم بر XN هم به سمت یک میل میکنه در احتمال. بچه ها نگاه کنید، من نگران این نیستم که XN ممکنه مقدار صفر بگیره. چرا نگران نیستم؟ برای اینکه میگم XN وقتی N بزرگ میشه در احتمال همگرا هست به یک، یعنی بعد از یه مقداری از N ها که بگذریم این N بس XN ها نزدیک میشن به چی؟ به یک. بس بنابراین صفر نمیشن. بس بنابراین من میتونم بدون نگرانی بگم یک به روی XN به سمت یک میل میکند در احتمال. روشن حرفم؟ حواستمون هست؟ بسیار خب، حرف بعدیمون چی هست؟ حرف بعدیمون اینه که اگر XN در احتمال به سمت X میل کنه، Y هم یه متغیر تصادفی باشه، یه متغیر تصادفی با مقادیر حقیقی، در این صورت XN ضرب در Y هم در احتمال به سمت XY میل میکنه. خوبه؟ بچه ها A تا D مال شما، E و F رو من ثابت میکنم. خوبه؟
اثبات خیلی سخت نیست، فقط یه ذره حواس جمعی میخواد. خوب گوش بگیریم ببینیم چجوری. بس من ایو میخوام ثابت کنم. من چیو میدونم؟ میدونم که xn در احتمال به سمت یک میل میکنه. میخوام اینو ثابت کنم. بس میگم آقا برای هر اپسیلون مثبتی که شما به من بدید، من بایستی بتونم بگم یک به روی xn منهای یک بزرگتر از اپسیلون حدش مساوی چی میشه؟ صفر میشه. صفر میشه. خوبه؟ خب ببینیم این یعنی چی؟ این یعنی احتمال اینکه قدر مطلق یک منهای xn به روی xn بزرگتر از اپسیلون باشه. این یعنی چی؟ اینم یعنی یک منهای xn قدر مطلقش بزرگتر از اپسیلون قدر مطلق xn باشه. درست شد؟ ما میدونیم که احتمال A مساوی هست با احتمال A اشتراکش با B به علاوه احتمال A اشتراکش با B بار. خب ببینید کتابتون B رو چی تعریف کرده؟ B رو تعریف کرده قدر مطلق xn بزرگتر از 1. بس بنابراین منم اینو می نویسم، میگم آقا مساوی هست با احتمال اینکه یک منهای xn بزرگتر از اپسیلون ضرب در xn و قدر مطلق xn بزرگتر یا مساوی یک باشه، به علاوه همین احتمال یک منهای xn بزرگتر از اپسیلون قدر مطلق xn و قدر مطلق xn کمتر از یک باشه. خوبه؟ خب خوب حواستمون رو جمع بکنیم بچه ها. این یعنی xn بین یک و منهای یک باشه. قبوله؟ بسیار خوب. اینجا من چی میتونم بنویسم؟ ببینیم حرفی که میتونیم بنویسیم درسته یا نه. بچه ها قدر مطلق xn بزرگتر از یکه، بس اپسیلون ضرب در این مقدار بزرگتر از اپسیلون میشه. درسته؟ پس من میتونم بگم که این احتمال کمتر است از احتمال اینکه یک منهای xn بزرگتر از اپسیلون باشه و قدر مطلق xn بزرگتر از یک باشه. به علاوه بچه اینجا هم من میتونم به جای اینکه اینو در نظر بگیرم یک بزرگتر از xn رو بگیرم، یعنی مجموعه رو چکار کنم؟ بزرگترش کنم. بس این احتمالم کمتر یا مساویه قدر مطلق یک منهای xn بزرگتر از اپسیلون قدر مطلق xn و یک منهای xn هم بزرگتر از صفر باشه. یک منهای xn بزرگتر از صفر. این گفتیم بزرگتر از یکه دیگه. درسته؟ خوبه. یه حواس جمعی هم داشته باشیم بچه ها. ما گفتیم که خیلی خوب بچه ها، احتمال A اشتراکش با B آیا کمتر از احتمال A هست یا نه؟ پس من میتونم بگم که این کمتر است از یک منهای xn بزرگتر از اپسیلون. این اولی. بچه یک منهای xn بزرگتر از صفره، بس
یک منهای اکس ان قدر مطلقش میشه یک منهای اکس ان. ببینین کتابتون درست نوشته؟ دیدیم بچه ها کتابتون نوشته xn منهای یک، ایرادی هم نداره چون قدر مطلقه فرق نمی کنه، ولی بعد من که میخوام استفاده کنم کارمو سخت میکنه، پس لطفا اونو یک منهای xn بکنید. تو آخرین خط یک منهای xn پیدا کردین؟ بله. بسیار خوب، خب ببینیم من اینم اینجوری میتونم بنویسم، به علاوه احتمال اینکه یک منهای xn بزرگتر از اپسیلون xn باشد و یک منهای xn هم بزرگتر از صفر باشه. قبوله؟ خب بچه نگاه کنید، من اینم میتونم اینجوری بنویسم، یک بزرگتر است از یک به علاوه اپسیلون xn، اینم میتونم بنویسم xn کمتر است از یک به روی یک به علاوه اپسیلون. خب ببینیم دیگه چی میتونیم بنویسیم بچه. من میتونم اینم اینجوری بنویسم، بنویسم یک منهای xn بزرگتر از یک منهای یک به روی یک به علاوه اپسیلون هست، طرفین رو در یه منها ضرب کردم به یکم طرفین اضافه شد. خیلی خوب بچه، من میدونم که یک منهای xn مثبته، قدر مطلق اینم مساوی چه مقداریه؟ این هست اپسیلون به روی یک به علاوه اپسیلون. من به جای این میتونم اینجوری بنویسم، این اولی رو بنویسم یک منهای xn بزرگتر از اپسیلون به علاوه. بچه یک منهای xn بزرگتر از اپسیلون به روی یک منهای به علاوه اپسیلونه. اگر من بنویسم قدر مطلق یک منهای xn بزرگتر از این مقدار، این مجموعه بزرگتر از اونه دیگه، بس بنابراین این کمتر، به خاطر اون احتمال اینکه یک منهای xn بزرگتر از اپسیلون به روی یک به علاوه اپسیلون باشه. قبول؟ خیلی خوب بچه، حالا نگاه کنید، من میخوام حد این بگم مساوی چنده؟ صفره. قبول دارید که این بزرگتر یا مساوی صفره؟ بس صفر کمتر یا مساوی حد این؟ اینجا می نویسم صفر حد n به سمت بی‌نهایت احتمال یک به روی xn قدر مطلق منهای یک بزرگتر از اپسیلون. کمتر یا مساوی؟ بچه این حد چقدره؟ صفره از اینجا، چون xn به سمت صفر میره. بچه این چنده؟ صفره. بس بنابراین صفر به علاوه صفر مساوی صفره. بس من نتیجه میگیرم که لیمیت n به سمت بی نهایت قدر مطلق یک به روی xn منهای یک بزرگتر از اپسیلون صفر. این به مفهوم اینه که یک به روی xn هم در احتمال به سمت یک میره. خوبه؟ خب F رو نگاه بکنی چی میگه؟ میگه xn به سمت x میل میکنه در احتمال، y هم یه عدد، ببخشین، یه متغیر تصادفیه با مقادیر حقیقی. بعد بهمون گفته که نشون بدین که xn ضرب در y
یه دنباله است دیگه، در احتمال به سمت اکس ضرب در وای میل میکنه. بچه از تعریف دوم همگرایی در احتمال میخوام استفاده کنم. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم برای هر اپسیلون مثبتی که شما به من بدید، من یه دلتای مثبتی میتونم پیدا کنم که برای انهای بزرگ احتمال قدر مطلق xn ضرب در y منهای x ضرب در y بزرگتر از اپسیلون کمتر از دلتای من میشه. واضحه؟ خیلی. پس چه حرفی میخواییم بزنیم؟ وای هم متغیر تصادفیمون، میخواییم بگیم برای هر اپسیلون مثبتی وجود دارد دلتای مثبتی که برای انهای بزرگ، هر موقع اینجوری مینویسم منظورم انهای بزرگ، که احتمال قدر مطلق xn ضرب در وای منهای x ضرب در وای بزرگتر از اپسیلون کمتر از چیه؟ دلتاست. خوبه؟ خب بچه وای من یه متغیر تصادفی حقیقی مقداره، پس بنابراین برای هر دلتایی که شما به من بدید، من یه کایی رو میتونم پیدا بکنم که احتمال قدر مطلق وای بزرگتر از کا بشود کمتر یا مساوی دلتا دو. آیا حرفم واضحه؟ شما هر دلتای مثبتی که در اختیارتونه میتونیم بسایی کایی رو کار رو طوری انتخاب بکنم که خارج از فاصله منهای کا و کا احتمال کوچیک کوچیک باشه. هر چقدر کار رو بزرگتر انتخاب کنم به این اتفاق خواهد افتاد. بله؟ خیلی. از طرف دیگه به من گفته شده که xn چیه؟ در احتمال همگرا هست به x، بس بنابراین من میدونم، بس بچه این اپسیلون و دلتای من در اختیار بودن، بس من اینم میدونم که قدر مطلق xn منهای x بزرگتر از اپسیلون به روی کا. بچه اپسیلونم رو گرفتم، اپسیلون به روی کا، برای اینکه ازش استفاده میخوام بکنم. واضحه؟ آیا فرقی داره؟ اینم میخوام بگم کمتر از چیه؟ دلتا دومه. بله اینم هست دیگه. خیلی خوب، حالا با این خصوصیت ها من میخوام اینو به سا مطرح کنم، حواسمون باشه. خب به من اجازه میدی من اینو پاک کنم؟ میخوام اینو بگم کمتر از چیه؟ دلتاست دیگه. خیلی خوب، آیا احتمال ا برابر با احتمال ا اشتراکش با بی به علاوه احتمال ا اشتراکش با بی بار هست؟ بله. نگاه کنیم ببینیم بی رو چی گرفته کتابتون. بی رو نگاه کنید، قدر مطلق وای بزرگتر از کا گرفته، درسته؟ خیلی خوب، پس ما هم این کار رو میکنیم، میگیم احتمال این که قدر مطلق xn منهای x ضرب در y بزرگتر از اپسیلون و قدر مطلق y بزرگتر از کا به علاوه احتمال این که قدر مطلق xn منهای x ضرب در y بزرگتر از اپسیلون و قدر مطلق y کوچکتر از کا باشه.
خوبه؟ خب بچه نگاه کنید، اینم من میتونم اینجوری بنویسم، قدر مطلق xn منهای x ضرب در قدر مطلق y بزرگتر از اپسیلون. خوبه؟ اینم میتونم اینجوری بنویسم. خب تو این یکی من احتیاج به این ندارم، به دلیل اینکه احتمال ا اشتراکش با b کمتر از احتمال bه. پس می نویسم آقا این کمتر یا مساویه احتمال اینکه قدر مطلق y بزرگتر از k باشه. به علاوه احتمال اینکه قدر مطلق xn منهای x بزرگتر هست از اپسیلون بروی چی؟ y، و اینم قدر مطلق y کمتر از k. قبوله؟ آیا میتونم از اینجا بگم که این زیر مجموعه ای از قدر مطلق xn منهای x بزرگتر از اپسیلون به روی کا هست؟ بله. خب اگه این حرفو بزنم من میتونم بگم که حالا این کمتر است از احتمال این و این، و حالا که گفتم احتمال این و این، میدونم که این احتمال هم A اشتراکش با B کمتر از احتمال A هست. پس بنابراین من می نویسم که این کمتر یا مساوی احتمال قدر مطلق Y بزرگتر از K به علاوه احتمال این که قدر مطلق XN منهای X بزرگتر از اپسیلون به روی K باشه. الله اکبر، نگاه کنی، من اینو فرض کرده بودم که این کمتر از چیه؟ دلتا دومه. بس این کمتر است از دلتا دوم. اینو گفته بودم برای انهای بزرگ کمتر از چی؟ اینم دلتا دوم. بس بنابراین اینم مساوی دلتا. بس من تونستم بگم که آقا این احتمال کمتر از دلتاست برای هر ان بزرگی، یعنی حدش به سمت xy میل میکنه در احتمال. قبوله؟ پس بنابراین ما تونستیم بگیم که xn y در احتمال به سمت xy. خوبه؟ بسیار خب. بچه ما حالتی رو گفته بودیم که اگر xn و yn در احتمال به سمت صفر میل کنه، مجموعشون و تفاضلشون هم به سمت صفر میل میکنه در احتمال. قضیه دو چهارتون رو نگاه بکنید، 671 دیدین اولی چی میگه؟ xn به سمت x میل میکنه، yn به سمت y میل میکنه در احتمال. میخوایم بگیم مجموعشون و تفاضلشون هم به مجموع و تفاضل در احتمال همگرا هست. قبوله؟ خیلی خوب. بچه کتابتون به اثبات مستقیم انجام داده، من میخوام از اون قضیه استفاده کنم. درست شد؟ پس حواسمون جمع باشه.
خب ببینیم چی گفته. گفته آقا اگر xn به سمت x میل کنه در احتمال، yn به سمت y میل کنه در احتمال، نتیجه میگیرم که xn به علاوه yn هم به سمت x به علاوه y میل کنه. قبوله؟ خب ببینیم چه حرفی من میخوام بزنم. من میگم که آقا از این دوتا من اینو دارم xn من پناه بر خدا، xn منهای x در احتمال به سمت چی میل میکنه؟ صفر. از اینجا هم میدونم که yn منهای y هم به سمت صفر میل میکنه. پس بنابراین از این دوتا من اینو دارم که xn منهای x به علاوه yn منهای y هم در احتمال به سمت چی میل میکنه؟ صفر میل میکنه. اگر نگاه بکنیم این یعنی چی؟ یعنی xn به علاوه yn منهای x به علاوه چی؟ y. الله اکبر. اون قضیه به من میگه شرط لازم و کافیه دیگه. پس از اینجا هم نتیجه میشه که xn به علاوه yn در احتمال به سمت x به علاوه y میل میکنه. قبوله؟ خیلی خوب. حالا اگر من تفاضل رو داشته باشم اینجا، میخوام بگم اینم تفاضل میشه. تنها چیزی که بسا اینجا تغییر میکنه اینه که من اینجا اینو بنویسم، اینجا هم اینو بنویسم، اینجا هم اینو، بس اینم منفی، اینم منفی. گرفتیم؟ بس بنابراین خیلی راحت تر از اون چیزی که تو کتابتون نوشته میتونیم، یعنی دوباره اثبات کرده، من احتیاجی نداشتم از اون قضیه قبلی استفاده کرد. خیلی خوب، بعدی رو نگاه کنیم بچه ها. بعدی رو به حرفی که میزنه اینه، میگه اگر xn در خوب حواستمون رو جمع بکنین، خوب حواستمون رو جمع بکنین، میخوایم بگیم که اگر xn به سمت x میل کنه، yn هم به سمت y میل کنه در احتمال، حاصل ضربشون هم به حاصل ضربش میل میکنه در احتمال. خوبه؟ ما قبلا هم ثابت کردیم که اگر xn در احتمال به سمت صفر میل کنه، yn هم در احتمال به سمت صفر میل کنه، حاصل ضربشون به سمت صفر میل میکنه. خوبه؟ خب یه بار نگاه بکنیم، یه بار نگاه بکنیم، بعد بیاییم به صلاح اثبات شد به صلاح با همدیگه هم مرور کنیم. بچه اگر خوب حواستمون رو جمع بکنیم، اگر من بگم xn ضرب در yn منهای x منهای y در احتمال به سمت صفر میل میکنه، کار تمومه دیگه. درسته؟ در احتمال به سمت صفر میل میکنه، کار تمومه. ببینید چجوری میتونم این کار رو انجام بدم. خوب حواستمون رو جمع بکنی. پس بنابراین xn yn به سمت x و y میل میکنن، میخوایم بگیم حاصل ضربشون هم در احتمال به سمت x و y میل میکنه. درسته؟ خیلی خوب، اگر من بگم xn ضرب در yn منهای x منهای y در احتمال به سمت صفر میل میکنه، کار تمومه. خب بچه ها نگاه بکنید، xn به سمت x میل میکنه، yn هم به سمت y میل میکنه. قسمت الف قضیه 2-3 رو نگاه بکنید، پیدا کردین؟ من میتونم بگم xn منهای x و yn منهای y به سمت چی میل میکنن؟ صفر میل.
قسمت جیم و واب پیشدید 2-1 رو هم نگاه کنید. جیم و واب رو. اگر xn به سمت صفر میل کنه، yn به سمت صفر میل کنه، xn ضرب در yn به سمت صفر میل میکنه. خوبه. یه چیز دیگه هم گفته واو، که اگر xn، که همینی که اثبات کردیم اینجا، xn به سمت x میل کنه، y هم یه متغیر تصادفی باشه، xn y هم چجوری از اینا استفاده کرده؟ گفته که xn منهای yn به سمت صفر میل میکنه. بلند بلند بیا اینجا ثابت کن برای من. اینم گچ، اونجا این گچ هست، اونجا اونجا بزرگتر. اگه نمیخوای صفحه 671 قسمت جیم از قضیه 2-4 رو میخواییم نگاه کنیم بچه ها. ببینیم چی میگه. میگه xn در احتمال به سمت x میل میکنه، yn هم به سمت y میل میکنه. یه شرط دیگه هم میذاره، میگه احتمال اینکه yn مخالف صفر باشه برابر احتمال اینه که وای مخالف صفره، اونم مساوی یکه. این مفهومش چیه؟ یعنی وای ان صفر نمی شود، احتمال اینکه صفر بشه چقدره؟ صفر. قبوله؟ خب میگه اگه اینجوری باشه، اکس ان به روی وای ان هم در احتمال به سمت اکس به روی وای میل. آیا واضحه؟ خیلی خب، این ساده تر از اون هست. خوب حواستمون رو جمع بکنی. بس من اینا رو دارم بچه ها. xn به سمت x میل میکنه در احتمال، yn به سمت y میل میکنه در احتمال. به منم گفته شده احتمال yn مساوی صفر نباشه یکه، احتمال اینکه y هم مساوی صفر نباشه یکه. پس بنابراین میخواییم اینو بگیم، xn ضرب در yn به توان منهای یک به سمت x ضرب در y به توان منهای یک میل میکنه. قبوله؟ خب ببینیم چجوری اثبات میکنی؟ بچه از اینجا آیا من میتونم نتیجه بگیرم که yn به توان منهای یک هم در احتمال به سمت وای به توان منهای یک میل میکنه؟ این چیزی بود که من همینجا اثبات کرده بودم، یادتون میاد؟ خیلی خوب، حالا الله اکبر، من میدونم xn به سمت x میل میکنه در احتمال. بچه به خاطر این خصوصیت نوشتیم ما اینو، از این دوتا اینو نوشتیم. میدونیم که yn صفر نیست. خب حالا xn به سمت x میل میکنه در احتمال، yn به توان منهای یکم به سمت y اینورس میل میکنه. این دختر اومد اینو به اثبات کرد برامون دیگه، که اگر xn به سمت x میل کنه، yn اینورس هم به سمت y اینورس میل کنه، حاصل ضربشون به سمت حاصل ضربشون میل میکنه. تموم شد. نکته کلیدی همینی بود که این دختر اومد اینجا ثابت کرد. واضحه؟ بله. پس بنابراین دیگه این کاری نداره. مطمئن؟
بله. خب بچه‌ها، من میخوام یه خصوصیت دیگه هم به شما بگم، یاد بدم، بعد بریم سر وقت صفحه 672 مثال 2-4 ببینیم اون چی هست. خوب دقت بکنید، من اینجا می نویسم اگر من یه دنباله ای از متغیرهای تصادفی رو داشته باشم، امید تی ان رو حساب کنم ببینم شده تتا، واریانس تی ان رو هم حساب کنم ببینم که اینم وقتی ان به سمت بی نهایت میل میکنه میشه صفر. پس چیکار کردم؟ یک، امید تی ان رو حساب کردم شد تتا، واریانسش هم حساب کردم دیدم به سمت صفر میل میکنه. اگر این دوتا برای من حادث بشن، میخوام نتیجه بگیرم که تی ان در احتمال همگرا هست به تتا. حرفم واضحه بچه؟ خب برای اینکه مثل شما باور کنید، امروز صبح اول وقت من مثال دومم چی بود؟ نرمال ها بودن، بس حواستمون هست نرمال تتا و یک بود، گفتیم نشون بدین که اکس ام بار در احتمال به سمت تتا میل میکنه، درسته؟ بچه ها نگاه کنید، اگر من از شما بپرسم اکس ام بار چه توضیحی داره به من چه جواب میدید؟ میگین آقا نرمال تتا و یک انومه، بس امید اکس ام بار مساوی چنده؟ تتاست. واریانس اکس ام بار چیه؟ یک انوم. بس اینم به سمت چی میل میکنه؟ صفر. به همین سادگی از اینجا نتیجه میگیرم که اکس ام بار در احتمال به سمت تتا میل میکنه. اون چیزهایی که انجام داده بودم ول معطله. افتاد دوزاریمون؟ بله. بس بنابراین خیلی جاها این میتونه به من کمک کنه. بچه ها اینو چه جوری اثبات میکنم؟ از نامساوی چه بیشه؟ از نامساوی چه بیشه؟ واضحه؟ بسیار خیلی خوب، بیایم سر وقت مثالمون، بیایم سر وقت مثالمون. بچه مثالمون اکس یک تا اکس ان یه نمونه تصادفی از نرمال میو و سیگما دوه. آره خب یه ذره آمار توصیفی بکنیم و یه مقدارم روش ها. خب اگه یادتون باشه شما یکی اکس بار رو داشتید که مساوی یک انوم جمع اکس آی بود، آی از یک تا ان، که اینم نرماله میو و سیگما دو انوم بود. یه دونم اس دو داشتید که مساوی یک تقسیم بر ان منهای یک جمع اکس آی منهای اکس بار به توان دو، درسته؟ اگه دقت بکنیم هر دوی اینها وابسته به ان هن. بس بنابراین من هم اینو با اندیس ان نشون میدم هم اینو با اندیس. قبول؟ خیلی خب بچه ها ما همین الان اینجا نشون دادیم که اکس ان بار در احتمال به سمت چی میل میکنه؟ میو. آیا واضحه؟
چون امیدش میوه واریانسش سیگما دو انومه ان به سمت بی نهایت میل کنه به سمت صفر میمونه. قبول؟ خیلی خوب. حرف دیگه ای که میتونیم بزنیم اینه که من میدونم ان منهای یک ضرب در اس ان دو تقسیم بر سیگما دو دارای توزیع کی دو با ان منهای یک درجه است. قبول؟ خب بچه ها، پس امید ان منهای یک اس ان دو تقسیم بر سیگما دو مساوی امید کی دو با ان منهای یک درجه آزادی. خب بچه ها، از اینجا من میتونم ان منهای یک به روی سیگما دو رو بیرون بیارم، بنویسم امید اس ان دو، اینم ان منهای یک. پس بچه ها، امید اس ان دو چی میشه؟ میشه سیگما دو. قبوله؟ بسیار خوب. بچه اگه از شما بپرسم واریانس ان منهای یک اس ان دو تقسیم بر سیگما دو مساوی چیه؟ میگین آقا میشه واریانس کی دو با ان منهای یک درجه آزادی. اینم من میتونم بگم آقا این ان منهای یک به توان دو میاد بیرون، سیگما دو به توان دو هم میاد بیرون، این میشه واریانس اس ان دو، اینم مساوی میشه دو تا ان منهای یک. درسته؟ خب پس بنابراین واریانس اس ان دو مساوی میشه با یه ان منهای یک از طرفین زده میشن، میشه دو تا سیگما به توان چهار تقسیم بر ان منهای یک. الله اکبر. اینم به سمت صفر میل میکنه وقتی ان به سمت بی نهایت میل میکنه. نگاه کنید، امیدش سیگما دو شد، واریانسش هم به سمت صفر میل کرد. پس من بچه ها میتونم بگم که اس ان دو هم در احتمال به سمت چی میل میکنه؟ سیگما دو. میبینید بچه ها، اینی که تو چارچوب انداختیم چقدر بهمون کمک میکنه؟ بله. خب حالا کتابتون رو نگاه بکنی، نوشته به سادگی معلوم میشود که اینا اینجوری هم. چون من هر جا رفتم بچه ها به سادگی هم گفتن آقا این به سادگی هاتون همچین به سادگی نیستن. گرفتیم بچه ها؟ خیلی خب. پس بنابراین من این دوتا رو میدونم. حالا اگه من این دوتا رو بدونم، خیلی چیزها رو با استفاده از اون قضیه ها میتونم بیان کنم. بچه ها، اگه من به شما بگم xn xn بار بروی sn2 یا بروی s به سمت چی میل میکنه، به من چه جوابی میدید؟ حرفی که میزنید، حرفی که میتونید بزنید اینه. اول یه حرفی رو بزنیم بعدا این صحبت رو بکنیم. اول بزنید من کجا xn اینو بنویسم. اول اینو بچه ها، اس ان دو من میدونم که مثبته، صفر نمیشود. خب بچه ها، این به سمت چی میل میکنه؟ میو. این به سمت چی؟ سیگما دو. بس بنابراین بلافاصله میگم آقا این در احتمال به سمت میو به روی سیگما دو میل میکنه. درست شد؟ خب یه حرف دیگه هم من میخوام بزنم. تو قضیه دو سه تون نگاه بکنید، قضیه دو سه تون نگاه بکنید. پیدا کردی؟ قضیه دو سه. پیش دیده شو.
پیشدید 2:1 رو گفته بودیم که تو چی دال؟ اگر xn به سمت صفر میل کنه در احتمال xn2 هم به سمت صفر میل میکنه. حالا بریم قضیه 4:2. دو چهار ببخشید. دو چهاره؟ بله دو چهاره. کجا گفته که اگر xn به سمت x میل کند xn به توان دو هم به سمت x2 میل می کند؟ ها ما اثبات نکردیم. بس این دخترم کلک زده از اون استفاده کرده ها، اینا نوشته خیلی هم خوبه ها، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. خب میرسیم بهش اثبات میکنیم دیگه، واضحه، این همینه که پاک نکردم. خب بچه هم میخوام یه حرف دیگه هم بزنم ولی این اثبات شو تو این کلاس نمیتونیم انجام بدیم. اونم چیه؟ اگر xn، اگر xn، پس اینجا مینویسم، اینم یه مربع دیگه، اگر xn در احتمال به سمت x میل کنه g هم یه تابع پیوسته باشد، g هم یه تابع پیوسته باشد، بچه g of xn هم در احتمال به سمت g of x میل می کند. روشن حرفم؟ بس این یادمون میمونه بدون اینکه اثباتش رو بلد باشیم، چون کار سختیه تو این کلاس، در حد این کلاس ما نیست. اگر xn در احتمال به سمت x میل کند g یه تابع پیوسته باشد، g of xn هم در احتمال به سمت g of x میل میکند. درست شد؟ خب علت اینکه من اینو پاک کردم به توان دو نوشتم به خاطر همین بود که میخواستم اول اون حرف رو بزنم. بچه اگر من اینجا sn بنویسم، sn2 به سمت چی میل میکنه؟ سیگما 2. sn به سمت چی میل میکنه در احتمال؟ به سمت سیگما. پس بنابراین من این حرفم میتونم الان بزنم. گرفتیم؟ بله؟ پس بنابراین x بار به روی sn هم به سمت میو به روی سیگما میل میکنه. خوبه؟ خیلی خوب. بچه شما مثال 2:4 رو حالا نگاه بکنید. مثال 2:4 رو نگاه بکنید. همه این حرفایی که من زدم رو میزنه، این یکی رو هم نگفته که من بهتون گفتم. خوبه؟ واضحه؟ خب مبصر کلاس ساعت چنده؟ نه و نیمه. خب حالا یه حرف دیگه هم بس، من دیگه کلی اونجا رفتم حرف زدم. خب یه حرف دیگه هم بزنیم و بریم. اون چی هست؟ اگر من یه دنباله داشته باشم xn و یه دنباله داشته باشم yn، یه دنباله xn، همینجا می نویسم، بیشتر از این نخواهم نوشت چون اثباتش هم به عهده شماست. اگر xn یه دنباله، yn هم یه دنباله باشه، بچه به من گفته باشن که xn در احتمال به سمت صفر میل میکنه، علاوه بر این به من هم گفته باشن که احتمال اینکه yn کمتر از xn باشد برابر 1، یعنی من میدونم با احتمال 1 yn من در قدر مطلق کوچکتر از قدر مطلق xn. درست شد؟ xn ها به سمت چی میل میکنن؟ صفر. پس yn هم به سمت صفر میل میکنه در احتمال.
اثباتش هم با شما. خوبه؟ تا جلسه دوشنبه.